فیصل احمد صادقی، مسئول کمیته نشرات فدراسیون ملی موی تای افغانستان در برنامه با ما هست و با شما زن همچنان گفتیم درباره فعالیت های اخیر فدراسیون گزارش میده. انشاءالله که شما عزیزان و علاقمندان به ورزش همچنان بیننده و شنونده باشید. آقای فیصل سلام، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم و سلام و احترامات فائقه خدمت شما و بیننده عزیز، انشاءالله که دارای صحت کامل باشید و از خداوند منان مقبولیت و طاعت و عبادت همه جهان اسلام را به درگاه الهی خواهم. سلامت باشید. خب آقای فیصل، شما عزیز صحبت داشته باشید که در امین از دیکا یک آموزش داوری مربیگی داشتیم از او سینیار خود. فدراسیون ملی موی تای افغانستان یک برنامه ایره که فعلا در نظر دارد، میخواهد که در تا 4 زون افغانستان یک سیمینار دوری و مربیگری در تمام ولایت که ما نمایندگی های رسمی داریم، البته در 19 ولایت افغانستان ما نمایندگی های رسمی داریم که میخواهیم هیئت از مرکز اعزام کنیم به همین تمام ولایت و سیمینار های دوری و مربیگری. به خاطر از اینا ما برگزار نماییم که فعلا دو ولایت را که ما سیمینار های مربیگری و دوری برگزار کردیم، یکی ولایت هرات و همچنان ولایت نیمروز بود که در ولایت هرات با اشتراک 6 مربی و نزدیک به 10 داور اشتراک داشتیم که موفقانه با پایین رسید و همچنان در ولایت نیمروز که بیشتر از 10 داور و بیشتر از 10 مربی ما اشتراک کننده داشتیم. معمولا کسایی که در این سمینار شرکت کرده بودند میگه بعدش اما سرتیفیکیت یا لوح ای را هم دریافت کردن که بتونن در هر مسابقه دوری بکنن. بله، چون که هدف ما است که فعلا این موی تای کاره ما تماش هدف از این سیمینارها که است بالا بردن و سطح فنی همین موی تای کاره می باشد که برای از اونا ما یک همون حکم درجه 3 از اونا رو برایشان توضیح کردیم که درجه 3 از ما برعکس است نسبت به رشته های دیگه که درجه 2 و درجه 1 میشه، یعنی ما همون حکمی را که برایشان تفیز کردیم به حساب درجه 3 بود که مربوط به همون دوری اول است. بله، خیلی عالی. در اخیر هم در این روزهای اخیر فدراسیون ملی موی تای افغانستان مسابقات زیاد را در ولایت مختلف از افغانستان هم برگزار کرده بودند که معمولا این مسابقات تحت عنوان جامعه های رمضانی بود که در ولایت نیمروز هم یک مسابقه داشتن، درست است؟ بله، فدراسیون ملی موی تای افغانستان در تلاشی است که هر یک ماه بعد دو ماه بعد مسابقات زیاد را برگزار کنند به خاطر بالا بردن سطح فنی ورزشکاران که ما در همین جمعه قبلی به تاریخ 18 ما دو مسابقات را همزمان در دو ولایت مختلف در دو زون مختلف که یکی ولایت نیمروز بود که تحت عنوان جام رمضانی برگزار کردیم و همچنان ولایت بلخ بود. بیشتر از این جام های رمضانی اگر معلومات بدیم چی تعداد از ورزشکاران و علاقمندان به این رشته ورزشی اونجا اشتراک کرده بودند؟ در این مسابقات جام رمضانی ولایت نیمروز که بود بیشتر از 50 ورزشکار در مسابقات اشتراک کرده بود که در 4 رده سنی نونهالان و جوانان و بزرگسالان بود که در سطح آماتور مسابقات ما برگزار کرد و همچنان در ولایت بلخ در قالب 40 ورزشکار این مسابقات برگزار کرد. این مسابقات نیز در 4 کاتگوری سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار گردید که این مسابقات نیز در سطح آماتور برگزار گردید. خب آقای صادقی، چند کلاب زیر نام فدراسیون موی تای افغانستان رسمی است؟ در کابل و یا در کابل؟ در کابل نزدیک به 35 کلاب رسمی است. آزمون خان که برگزار شده بود یکی از رده های این رشته موی تای است؟ آزمون خان کسی یعنی همون درجه ورشی است که یک ورزشکار بفهمه که در کدام درجه یا در کدام سطح قرار دارد. به خاطر از این که یک ورزشکار بفهمه که ما آیا در کدام درجه قرار داریم، ما به خاطر از ما یک آزمون خان برگزار میکنیم که البته باز هم قابل یادآوری است که ما در 4 زونی برنامه آزمون خان و سیمینارهای دوری و مربیگری را برگزار میکنیم. بله. خب در این آزمون ها کمربند هم هست یا با آزمون خان متفاوت است؟ نه خیر، آزمون خان فقط یک درجه ورزشی که ما آزمون خان درجه ورزشی یک بازوبند داریم و نسبت به این بازوبند ما مورد تشخیص می‌کنیم.
یک چی که باز بعدن بعد از ورزشکاران رشته مویتای در پیشانه میبندن، اون مربوط کدام درجه میشه یا بالایش است یا شما فعلا نداریم؟ داریم البته، در ساعت بعد از خانه پنج که میشه او با نام مانگون میگن که بعد از بازبان ولی ها همراه شازو یک مانگو میدهش. پس او تقریبا در جای بالاهایی هست؟ بله ها ها ها، اونا به سطح ابتدایی نیست البته. بله، رشته مویتای تقریبا گفته میتونیم که یک از رشته های خشین است، درست است؟ بله ها، بعضی از حرکات رشته مویتای باز بسیار سختیل هم شاید باشم. اگر کسی واقعا بتونه بعضی از او حرکات های رشته مویتای را واقعا تمرین بکنه و هم از او خوب یاد بگیره، شاید اجرا کردنش سخت باشه. بعضی از حرکات که بسیار سخت هست، نام های مشخصی داره اونا بعضی از حرکات؟ طبق شما یادآوری کردین وقت که مویتای یک ورزش بسیار خشن است، البته خشن هم از بسیار یک ورزش دلچسب است. حرکات های مختلف داره که مثلا به حساب حرکات نمایشی است که بر ترکیب همو سلاح های هشت‌گانه که ما داریم، بوکس است، هارنج است، زانو است و لگد است که بر دو دست و پا هشت سلا میشه که اگر بوکس ما یاد کنیم همین بوکس مستقیم مترانگ میگه، اگر آرنج یاد کنیم به نام سوک میگیشه سوکتی، اگر زانو یاد کنیم به نام نی میگیشه، هم اگر کاو میگیشه بخشن، اما اگر لغت ما یاد کنیم لغت پیشتی که میگم در دیگه رشتان نمیفهم چی میگم، اما به نام تترون میگیشه. در این سال تقریبا در آخر سال رسیدیم، برای این سال کدام فدراسیون مونتای افغانستان کدام برنامه مسابقات خارجی هم دارد؟ مسابقات خارجی بله، چندین مسابقات ما داشتیم در تایم زمانی که امارات اسلامی فتح کرده، بنابر مشکلاتی که داشتیم دعوتنامه برای ما آمده، اما بنابر کمبود بودجه ریاست عمومی تربیت بدنی و همچنان که خود فدراسیون ملی مویتای افغانستان نیز کدام سرمایه فعلا نداره و ورزشکارا همین توان مالی را ندارن که به حساب از این شخصی خود به این مسابقات اعزام شد. از برنامه هایی که قرار است در امیر آینه های نزدیک بعض از پلان ها و برنامه ها و مسابقاتی که قرار است از طرف این فدراسیون برگزار شود، هم بگوین مسابقات خارجی که اگر نزدیکم بعد از ورزشکاران رشته مویتای قرار است که اونجا مسابقه بدن، هم در داخلی کدام برنامه هایی هست فعلا؟ ما برنامه داخلی که به سطح ملی داریم فعلا، ما قبلا سر از این ما برنامه داریم که مسابقات قهرمان یعنی منتخب خود تمام ولایت برگزار کنند که از این مسابقات منتخب یک تیم انتخاب میشد و بالاخره ما مسابقات انتخابی تیم ملی را که بعد از ماه مبارک رمضان ما پیش رو داریم برگزار میکنیم که مسابقات انتخابی تیم ملی است فعلا. و همچنان با وقت معذرت، یک مسابقات کمربندی است که بالا از عبده کمربند ما داریم که بالا از تمام چلنجر ها میتونه که اشتراک کنه یک مسابقات بزرگ است. اینا دخن وقتش مشخص است؟ ما مسابقات رو بله، بعد از مسابقات تیم ملی ما در نظر داریم که مسابقات کمربندی خود را برگزار کنیم. ما امروز اینجا بوکسر هم داریم آقای صادقی، یکی رشته‌ای که در کنارش در کنار رشته مویتای که گفتم میتونیم رشته ثقیل و سنگین است و از یک طرف هم خشین است، رشته بوکس هم هست دیگه. بله ها، اینجا بعد از شما بوکسر هم هستن، انشاءالله با اینا هم صحبت میکنیم. یکی مشخصا خود شما آمدین در رشته مویتای، بنظر شما رشته مویتای خوبی هایی که میتونه و شما که ترجیح دادن نسبت به دیگر رشته چه خوبی هایی داره؟ البته ما از ابتدان در کدام رشته دیگه تمرین نکردم، فقط که تمرین شروع کردم از رشته مویتای شروع کردم، چون نظر به معلوماتی که به رشته مویتای گرفتم از هر لحاظ، یعنی دفاعات شخصی و اگواردشی که گفتیم خشن در سطح ورشای رسمی، البته بسیار اگواردش آلا است که از هر لحاظ دفاعات شخصی بگیم، حملات بیشتر بگیم، از هر لحاظ سرهای بیشتر ما در رشته خود داریم. خیلی عالی، تشکر جناب آقای صادقی، لطف کردین استفاده کردیم از صحبت های خوب شما. به عنوان مسئول کمیته نشرات و هماهنگی با رسانه ها از طرف فدراسیون ملی مویتای افغانستان، اگر کدام گفتنی یا پیامی برای خصوصا ورزشکارانی که در رشته مویتای تمرین کردن و فعلا بیننده و شنونده شما هستن، کدام پیام خاص گفتنی اگر داشته باشه؟ جهان سپاس از شما. در آخر ما یادآور تشکری کنم از جناب حاجی متی‌الله نوری، رئیس فدراسیون ملی مویتای افغانستان،
که واقعا زحمات شبان و روزی را متحمل میشن و همی ورزشکاران ما از خیلی سپاس. و یک پیام دیگه که به هموطنان گرامی خود دارم زمین که من به حیث یک نماینده ورزش در برنامه ورزش شما حضور دارم، از هموطنان گرامی خود میخوایم که در راستای کسب علم خیلی خیلی کوشا باشند، چون علم بالای هر مرد و زن مسلمان فرض است و هیچ کدام سن و سال برای تعیین نکرده، چون ز گهواره تا گور دانش بوده و اساس امیل علم است که ما میتوانیم که کشور خود جامعه خود پیشرفت و ترقی بدیم. اگر از هموطنان عزیز خیلی خیلی خواهشان در قضا میکنم در راستای علم خیلی کوشا باشند. خیلی عالی، تشکر.